سلام دانشجوهای عزیز، امروز میخواهم با شما این ظرف مدوای مایع ظرفشویی که به وسیله صفحات سالید بوردز یا سالید بورد سرفسز درست شده است یاد بدم. البته این برای شما بسیار مفید خواهد بود و پس باید بریم به محیط سالید بورد. تو محیط سالید ورک هستیم، میریم توی فرانت پلان اسکچش میکنیم، اسکچ کردیم، میاییم رکتانگولر کورنر، یعنی مستطیل دو گوش، یعنی دو نقطه رو، یه نقطه وسطش رو انتخاب میکنیم، یه نقطه رو در خارج، میاییم سمارت دیمنشن، این اندازه رو 120 میلیمتر میدیم، دوباره اندازی طولش رو میدیم 180 میلیمتر. تایید میشه. خب میریم باز 3-point arc، یعنی یه قوس سه نقطی، نقطی رو اون گوشه انتخاب میکنیم، یکی بیرون یکی داخل. خب میریم تو اسمارت دیمنشن و اندازه این قوس رو R450 میدیم. خب تایید میشه. تایید که شد میریم توی ترمپ، اینو ترمپش میکنیم، اینم ترمپش میکنیم، اسمارت دیمنشن، فاصله این دو نقطه یا اندازه این طول رو میدیم 80 میلیمتر. تایید میشه. خارج میشیم، روی این خط کلیک میکنیم، فور کانستراکشن میکنیم، یعنی خط رهنما میکنیم، بازم اینو فور کانستراکشن تیک میزنیم. تایید میشه. خارج میشیم. خارج که شدیم میریم تو ایزومتریک، همینجوری که میبینین الان میریم توی رایت پلان رو میایم توی نرمال، یعنی این سفر رو نرمالش میکنیم، میایم یه باز همون قوس سه نقطه ای رو انتخاب میکنیم، به این صورت که میبینین انتخاب میکنیم این قوس رو، میریم اسمارت دیمنشن و فاصله این دو قوس رو، یعنی دو نقطه رو میدیم 110 میلیمتر. تایید میشه. حالا میریم باز اندازه سمارت دیمنشن، اندازه این قوس رو 160 میلیمتر میدیم. تایید میشه. میایم تو اد ریلیشن، میایم این نقطه رو نسبت به این قوس مید پوینتش میکنیم. خب حالا میریم تو نمای رو میبینیم که این دو نقطه در یک خط نیستن. خب بس میاییم ادرلش انتخاب میکنیم، اینو کلیرش میکنیم، این دو نقطه رو هوریزونتال میکنیم، یعنی افقیش میکنیم، همجوری که میبینین افقی شده. تایید میشه. خارج میشیم. ایزومتریک، همینجوری که میبینین این قوس رو این سکیچ نصب کردیم. حالا میریم تاپ پلن اسکیچش میکنیم، تاپ پلن اسکیچش کردیم، میایم نرمال، باز اون پوینت ری پوینت آرکو انتخاب میکنیم، به این صورت انتخاب میشه. تایید میشه و میریم تو ایزومتریک، اد پوینت ریلیشن انتخاب میکنیم، این قوس رو با این نقطه مید پوینتش میکنیم. تایید میشه. تایید کی شد این نقطه و این نقطه رو ورتیکالش میکنیم. خب ببینید از بالا اگه ببینید، میبینین در یه خط ایگریک قرار داره. خب حالا سمارت دیمنشن انتخاب میکنیم،
طول این انتخاب میکنیم 140 میلیمتر. بازم میایم اندازه این قوس رو میدیم 200 میلیمتر. تایید میشه. خارج میشیم. میایم تو ایزومتریک. حالا میبینیم دو تا قوس انجام شد. میریم تو سرفس. سرفس میاییم باندری سرفس رو انتخاب میکنیم. باندری سرفس رو انتخاب که کردیم اون دو تا خط رو انتخاب میکنیم. دو تا خط با این خط سکیچ میبینیم این صفحه درست شد. حالا خط نمای رو یعنی فرانت پلان سکیچش میکنیم، نرمالش میکنیم، میایم یه خط رو به این صورت انتخاب میکنیم، خط رهنما. دوباره یه خط رهنمای دیگر رو انتخاب میکنیم به این شکل. خارج میشیم، بیایم اسمارت دوباره یه خط اصلی رو انتخاب میکنیم به این شکل اسکیچ رو درست میکنیم. این خط اصلی هست. خب حالا میاییم smart dimension این اندازه رو میدیم 60. دوباره این اندازه رو میدیم 30. دوباره اندازه نقطه این به این ارتفاع رو میدیم 53 و اندازه این خط افقی رو میدیم 140. حالا زاویه ما بین این خط افقی و خط شیبدار رو میدیم 110 درجه. خب این که تایید شد کاملا. حالا خارج میشیم، تایید میشه. میاییم توی ایزومتریک. حالا تو سرفس ریوالف سرفس، ریوالف سرفس انتخاب میکنیم. میایم تو مید پلان. مید پلان انتخاب نشد، باید مید پلان باشه. مید پلان و زاویه 55 درجه رو انتخاب میکنیم. تایید میشه. حالا ببینیم دو تا صفحات کاملا درست شده. حالا میریم تاپ پلان انتخاب میکنیم، یعنی تاپ پلان اسکچش میکنیم. اسکیچش کردیم نرمال. نرمال میاییم یه خط رهنما میگیریم به این صورت خط رو میکشیم. حالا میریم تو ادرلیشن. ادرلیشن این خط رو نسبت به این قوس مماس میکنیم، تنجنت میکنیم. خب تایید میشه. حالا میایم یه ذره با این خط ور میریم ولی خودش مماس هست برای این قوس. خب حالا میایم یه خط رهنما میکشیم به این صورت افقی. خب تایید. حالا دوباره باید یه خط رهنما میگیریم، دو تا خط عمود بر هم رسم میکنیم. میایم اسمارت دیمنشن این اندازه رو میدیم 56 میلیمتر و این اندازه رو میدیم 50 میلیمتر. خب تایید میشه. دوباره میریم یه خط رهنما میگیریم، افقی رسم میکنیم و اسمارت دیمنشن این اندازه رو میدیم 196 میلیمتر. دوباره خط رهنمای دیگه انتخاب میکنیم، وسط اینو میگیریم، میبریم بالا و زاویه ما بین این خط و این خط شیبدار 22 درجه میدیم. خب میایم توی میررز. میرر این روی این خط میرورش میکنیم، یعنی این خط رو میرورش میکنیم. تایید میشه. حالا که تایید شد میریم تو
فیوچرز خارج میشیم، میریم تو فیوچرز، فیوچرز پلن انتخاب میکنیم، پلن روی عبور میدیم از این خط بر تا پلن عمود باشه، همجوری که میبینی عموده و فولی دفاین. بس این سفر رو نامگذاری میکنیم آ. تایید میشه، دوباره میریم پلن انتخاب میکنیم، از این خط عبور میدیم و بر تا پلن عمود میکنیم. تا پلن عمود کردیم میبینیم فولی دفاین شده. این صفحه رو میذاریم صفحه بی. تایید میشه، میریم ایزومتریک. حالا اون قوسمون یادمون رفت بزنیم اینو، اون اسکیچ رو دوباره فعالش میکنیم، میریم تاپ، سه نقطه رو انتخاب میکنیم، بعد این نقطه و این نقطه عبور میدیم. خب باز میریم اسمارت دیمنشن، اندازه این قوس رو میدیم 270 میلیمتر. خب این قوس تایید شده، حالا میریم تایید میشه و خارج میشیم، میاییم تو ایزومتریک، صفحه آ رو اسکچش میکنیم. اسکچش کردیم، میریم باز همون سه نقطه رو انتخاب، یکم میچرخونیم که بتونیم نقطه رو ببینیم. اینجا آسو میزنیم، به این شکل دلخواه میزنیم، دلخواه دادیم، میاییم تو همون نرمال. نرمالش که کردیم یه ذره با این قوس ور میریم، یکم اینو حرکتش میدیم به این شکل، یکم به هر حال میخوایم اندازه بدیم. خب میریم توی اسمارت دیمنشن و اندازه این قوس رو 900 میلیمتر میدیم. همجوری که مشاهده میکنین این قوس 900 یکم بالا رفته، باید ارتفاعش رو انتخاب کنیم. نگران نباشین، این ارتفاع باید ارتفاع را پایین بیاریم، یعنی تو اسمارت دیمنشن میریم این نقطه، یعنی انتهای دو قوس رو میاییم 185 میلیمتر ارتفاع میریم. خب همجوری که مشاهده میکنین این انتخاب شد، ولی باز باید با این قوسیه تر بازی کنیم و خارج میشیم، میایم اینو یه ذره میکشیم به این صورت پایین، ارتفاعش همون ارتفاعه، فقط باید اسمارت دیمنشن این نقطه و این نقطه رو میدیم اندازه فاصله شو میدیم 60 میلیمتر. خب این کاملا قوس تعریف شده، خارج میشیم، میریم توی ایزومتریک، حالا صفحه B رو اسکچش میکنیم، میریم تو نرمال، حالا باز میریم توی اون سنختهی قوس سنختهی رو انتخاب میکنیم، یه ذره میچرخونیم که بتونیم اون نقطه رو کاملا ببینیم. خب باز این قوس رو به همین شکلی که میبینید انتخاب میکنیم، میاییم توی نرمال. خب همینی که میبینید این شکلی، یه ذره اینو حرکتش میدیم به این شکل، بعد میریم توی اسمارت دیمنشن این قوس رو 350 میلیمتر میدیم. دوباره این فاصله این نقطه، این فاصله این نقطه رو 50 میلیمتر میدیم. تایید میشه، همجوری که میبینین قوس تایید شده. خب حالا میریم تو سرفس، سرفس لافت رو انتخاب میکنیم. سرفس لافت انتخاب کردیم، این قوس رو انتخاب میکنیم، دو قوس رو و این قوس. ببینین این صفحه کاملا
درست شده. حالا باید اینو توی میرور کنیم با فرانت پلان و بادی. میرور رو انتخاب میکنیم، تایید میشه و میبینیم کاملا انتخاب شده. حالا میریم تو سرفس، سرفس که رفتیم سرفس تریم انتخاب میکنیم، موچول انتخاب میکنیم، موچول بعد انتخاب میکنیم. انتخاب ما سلکشن باندری سرفس است، سرفس لافت است، میرور است. بعد از میرور سرفس ریوالو هم انتخاب میکنیم. سرفس ریوالو انتخاب کردیم، حالا ریمووش میکنیم. همینجوری که میبینین دانشجو عزیز، اون زایداری که احساس میکنین زایده است کاملا ترمش میکنیم و کاملا نشون میده داره ترمش میکنه. خب همینجوری که میبینین ما هرچی زایده است رو انتخاب میکنیم. این نو میبریم، این دو گوشه هم که زایده است رو ترمش میکنیم. خب تایید میشه. خب میبینین این جنس کاملا انتخاب شده، اینو هایدش میکنیم، این سفر هم هایدش میکنیم. خب میریم توی این، کاملا خالی هست ولی میخوام اینو سالیدش کنیم. پس باید بریم توی سرفس، بریم توی سرفس فیل. همجوری که میبینیم پایین یه جا رو انتخاب میکنیم تو سرفیس فیل که یه صفحه بپوشونین. همینجوری که میبینید پوشونده شده، حالا کاملا این صفحات پر کاملا شده. حالا ما باید بریم توی سرفیس نید. سرفیس نید اول خودش انتخاب میکنیم، صفحه دوم انتخاب میکنیم، میاییم توی کریدت سالید، یعنی میگیم برای ما سالیدش کنه. خب ببینید این کاملا سالید شده. خب حالا میریم روی فلیت. اول باید بریم رو فلیت. فلیت رو 5 میلیمتر انتخاب میکنیم. خب میایم یکی یکی اینا رو، یعنی این اجا رو گردش میکنیم. صفحه بوده اینو ایجش کردیم، اینم انجام میدیم، اینم انجام میدیم. تمام این ایجا رو دونه دونه گردش میکنیم. چون تعدادشون زیاده اینو در دو مرحله این کار رو میکنیم. تایید میشه. حالا دوباره میریم توی فلیت، مرحله دوم ایجا رو انتخاب میکنیم. خب بازم همون 5 میلیمتر ایجا رو دونه دونه انتخاب میکنیم، یکم میچرخونیم اینو. خب این ایجا رو انتخاب میشن دانشجو عزیز. این هم انتخاب میشه، تایید میشه. همجوری که میبینید تمام این اجا رو ما انجام دادیم. حالا میریم توی فرانت پلان، فرانت پلان اسکچش میکنیم. نرمال، نرمال که شد میریم خط رهنما رو انتخاب میکنیم. خط رهنما از این نقطه تا اینجا انتخاب میشه، تایید میشه. اندازی اینو میدیم 54 میلیمتر، 54 میلیمتر انتخاب میکنیم، تایید میشه. دوباره باز خط رهنما رو انتخاب میکنیم، این نقطه رو به صورت افقی بالا میبریم، تایید میشه. دوباره خط انتخاب میکنیم، خط اصلی
تایید میشه دوباره ترمش میکنیم، این هم ترمش میکنیم، خط اصلی رو انتخاب میکنیم به این شکل. خب هدف اینی که اینو ما بتونیم کاملا توش مرج کنیم، همینجوری انتخاب کردن رو باید بخاطر این، اینم میدیم عدد 12 و اینم میدیم عدد 15، این بخاطر مرج شدنش، این انتخاب میشه ترم میشه، ترم که شد ترمش میکنیم، دوره خط اصلی انتخاب میکنیم، همینجوری که میبینین قرمز شده، نیم مستطیل کاملا میتونه به این شکل مرج بشه. خب حالا میریم توی ریوالو باس، ریوالو باس این خط رو به عنوان محور انتخاب میکنیم، کاملا این سرش انتخاب شده. دوره میریم فلیت انتخاب میکنیم، فلیت 2 میلیمتر، یعنی این 2 میلیمتر میذاریم اونجا، این ایجو به این ایجو 2 میلیمتر انتخاب میکنیم. حالا که انتخاب شد میاییم پلن شماره 3 رو انتخاب میکنیم، یعنی یه پلن انتخاب میکنیم که موازی با افق باشه. خب صفحه انتخاب میشه برای این تا پلن موازی باشه و عدد 10 همجوری که میبینیم موازی، عدد 10 هم کافیه تایید میشه. حالا این صفحه رو ما اسکچش میکنیم، اسکچش کردیم، میاییم از بالا یه خط رهنما انتخاب میکنیم، خط رهنما به این شکل افقی رسم میکنیم، اندازه اینو اسمارت دیمنشن میدیم 40 میلیمتر. دوباره میریم یه مربع، یعنی مستطیل رکتانگولار، سنتر رکتانگولار رو انتخاب میکنیم، اندازه این مربع رو یا این مستطیل رو به صورت مربع 16x16 در میاریم، یه اندازه هم میدیم 16. تایید میشه، میریم تو نمای ایزومتریک، صفحه فرانت پلان رو اسکچش میکنیم، اسکچ کردیم میریم تو نورمال. خب حالا میاییم یه خط یک اسکچ رو به این شکلی که کشیده شده انجام میدیم، یعنی از اینجا انتخاب میکنیم به سمت بالا خط اصلی، دوباره وصل میکنیم به یکی تقریبا که اینجا باشه که بتونه مرج بشه، یعنی بهش یک پارچه بشه. خب حالا اندازه میدیم، اندازه اینو میدیم، عمودی رو میدیم 105 میلیمتر و زاویه ما بین این و اینو میدیم 130 درجه. خب حالا میریم تایید میشه، میریم تو آرک، عدد آر 40 رو انتخاب میکنیم، یعنی اینو و اینو 40 انتخاب میکنیم، یه قوس میدیم اونجا. خب تایید میشه، میریم تو ایزومتریک، حالا خارج میشیم، میایم تو فیوچرز، کاملا اینو سویپش میکنیم، این سویپ رو کاملا سویپ میکنیم، بعد میریم توی شل، شل انتخاب میکنیم 3 میلیمتر،
سمینمت انتخاب میشه و خالش میشه. همینجوری که میبینین کاملا توش خالی شده، یعنی ظرف خالی است. خب دوره اینو میبندمش. حالا میریم روی فلت، فلت این به اصطلاح دستی، اینو دونه دونه دانشوی عزیز 3 میلیمتر فلتش میکنیم. کاملا اینجوری میذاریم، یه ذره حساس میشه، انتخابش میکنیم، میچرخونیم اینو به این سمت، میذاریم اینو به این شکل. همه اجار انتخاب شدن و کامل این دستی این مایه ظرفشویی کاملا کامل شده. اینا هایدش میکنیم، هایدش که کردیم میاییم توی صفحه نمای فرانت پلان رو اسکیچش میکنیم. اسکیچش کردیم میاییم تو نورمال. حالا میاییم یه دایره انتخاب میکنیم، دایره وسطش رو میگیریم، قوس و قطر این رو میدیم یک دادیم، تایید میشه. میریم توی کپی انتیتی، کپی این دایره رو کپیش میکنیم، انتقال میدیم، کاملا انتقال میدیم، میری یه ذره بالاتر، یکی هم پایین، یکی بالا یکی پایین، اینو کپیش میکنیم، تایید میشه. میریم تو ایزومتریک. حالا میریم تو سویپ باز، این سویپ رو میایم انتخاب میکنیم، این اسکچ رو به این صورت انتخاب میکنیم، مسیرش هم یه دایره انتخاب میکنیم، یه دایره کاملا مشاهده میکنیم که این شیارش به این صورت انتخاب شد. حالا میریم روی فرانت، انتخاب میکنیم سفر رو، میاییم تو فرانت پلان رو موازیش میکنیم، چیزی حدود 70 میلیمتر عدد میدیم به این صورت، فولی دفاین شده، تاییده. حالا همین سفر رو اسکیچش میکنیم، نرمالش میکنیم. حالا میخوایم اینجا یه خط رهنما انتخاب میکنیم، خط رهنما رو در اینجا ما رسم میکنیم افقی، تایید میشه. حالا میریم تکست رو انتخاب میکنیم، در این تکست انتخاب شد، این خط رهنما رو انتخاب میکنیم، توی تکست همون سایت خودم jtaskini.com رو مینویسیم. خارج میشیم، میریم تو فونت، تیکشو برمیداریم، در اینجا مینویسیم TI، یعنی سرچش میکنیم، یعنی تایم نیو رومن. خب تایم نیو رومن اومد، میزنیم تو بولد. حالا این عدد رو میدیم 9 میلیمتر، 9 میلیمتر انتخاب میشه، تایید میشه. میریم تو ایزومتریک. حالا تو فیوچرز اینجا سپلیت لاین، سپلیت لاین این سفر رو انتخاب میکنیم، تایید میشه. تایید که شد میبینیم که این یه ذره بالا هست، چسبیده بالا. خب برای همین این نوشته رو دوباره باید فعالش کنیم. خب میریم اینجا سپلیت لاین اسکیچ رو اسکیچش میکنیم و میبینیم که اینجا
خط رهنما رو میگیریم یه ذره میکشیم پایین. این که کشیدیم پایین کاملا تایید شده و ببینیم چه شکلی هست. خب حالا خوب مشاهده میکنیم که کاملا این درست شد. اینو هایلش میکنیم دور خود این رنگ خود این رو، این محتوای ظرف رو میریم توی رنگ، اینو به صورت یه ذره روشنش توسی روشن انتخاب میکنیم. همینجوری که میبینین روشن شده، توسی روشن. حالا اون نوشته ها رو میتونیم رنگ روش تیک میزنیم، میتونیم ببریم توی فیس، رنگ قرمز رو انتخاب میکنیم. خب بقیه دانشی ها به شما واگذار میکنیم، تایید میشه. تایید که شد دوباره میریم همون صفحه، میریم تو فرانت پلان رو موازی با فرانت پلان انجام میدیم. اندازه اما 70 میلیمتر کافیه. تایید میشه. خود این صفحه رو اسکچش میکنیم. اسکچش کردیم نرمال. حالا میریم کانورتینتیتی میکنیم. کانورتینتیتی این خطا رو کانورتش میکنیم، یعنی اینا به این صورت یکی یکی انتخاب میکنیم. این البته تایید این ایجو بایده، یعنی تمام ایجا کانورتینتیتی شده، تایید میشه. حالا انتخاب شده کاملا، یه خط رهنما رو میگیریم به این شکل، تایید میشه. حالا میریم رو تکست. تکست این خط انتخاب میکنیم. حالا نام شرکت A B C بزرگ رو مینویسیم. شرکت ABC معروف A B C رو انتخاب میکنیم. نام مایه ظرفشویی چون این انگلیسی هست نمیتونیم فارسی بذاریم، میذاریم دیش واشینگ لیکوید. خب خارج تیکشو برمیداریم، میریم تو فونت، باز همون ثابته تی آی میذاریم که تاینی رومن مشخص بشه. بولدش انتخاب میکنیم، اینو 6 میلیمتر انتخاب میکنیم. خب حالا این درشت هست. آبسه رو دو سمت بالا میذاریم، در اونجا یه تیک میزنیم. دیش واشینگ هم یه تیک اینور میذاریم پایین تر. حالا ABC دیش واشینگ لیکوید مشخص شده. خب میریم تو ایزومتریک، میریم فیوچرز و سپلیت لاین. این سپلیتش میکنیم اینو. خب این رو سپلیتش میکنیم، میاد توی سپلیت لاین، تایید میشه. خب برای اینکه اون قرمز رو از بین ببریم کافیست که اینجا یه تیک بزنیم. خب حالا این تایید شده. حالا این متن رو میاییم سبزش میکنیم، رنگ سبز. حالا داخل این حروف ها باید این هم سبزش بکنیم، چون تو حروف توش خالیه سالیدورک نمیشناسه، باید شما اینو آشناش کنیم. تایید میشه. کاملا این انجام شده. حالا این صفحه رو، یعنی حروف ها رو قرمزش میکنیم. قرمز کردیم. بقیه دانشجوهای عزیز خودتون این کار رو انجام بدین. خب ABC دیش واشینگ لیکوید این کاملا انجام شده. حالا سرشو
میخوایم درست کنیم. سرشو میایم یه دایره، یعنی تا پلن اسکچش میکنیم، دایره با قطر 30 میدیم، 30 دادیم تایید میشه، میریم تو استرودت باس. استرودت باس رو چیزی حدود 12 میلیمتر انجام میدیم، استرودت باس تایید میشه. حالا میریم تو نمای، میریم اولی خط لاین رو، یعنی محور رو انتخاب میکنیم. به این شکل انتخاب که شد، میریم تو نمای چپ اسکچش میکنیم. اسکچش کردیم، میریم یه دایره رو درست در وسط انتخاب میکنیم و اینو میدیم 1 میلیمتر. خب میایم تو کانورت کپی انتیتی رو میکنیم، میایم تو کپی انتیتی، کپی انتیتی رو انتخاب میکنیم، تایید میشه. بعد با دست اینا رو دو تا رو بالا میبریم، دو تا رو پایین. تایید میشه، خارج میشیم، میریم تو ایزومتریک و ریوالو باس. ریوالو باس رو همونجوری که میبینید این اسکچ رو انتخاب میکنیم و اول میایم محور انتخاب میکنیم و تایید. همونجوری که میبینید کاملا چیارا مشخص شده. اینجا رو شل انتخاب میکنیم، چیزی حدود 0.5 میلیمتر انتخاب میشه که بتونه این کاملا وسطش رو سراخش رو باز کن. حالا این هد درست شده به این شکل. حالا اینو میایم یکم بازم رنگ اینو روشن ترش میکنیم، تایید میشه. حالا میریم توی نیو اسمبلی. اسمبلی باید بکنیم اینو. اسمبلی که کردیم میایم توی بلوز رو ما میاییم تو این چیز بادی رو که درست کردیم انتخاب میکنیم. انتخاب که کردیم میاد، حتما باید اینو توی ایزومتریک ببریم چون دیفالتش دیمتریکه. خب ایزومتریک تایید شد، میریم تو اسمبلی و اینسرت کامپر. اینسرت رو میاییم همون هد رو انتخاب میکنیم، کپ رو انتخاب میکنیم، سرش که درست کردیم. حالا این میاد به این شکل درست شد. حالا برای این کار باید بریم توی میوت. میوت که کردیم کانسنتریتش میکنیم، یعنی این ایج رو با این ایج کانسنتریتش میکنیم. کانسنتریتش که کردیم، یعنی این میاد کاملا کانسنتره شد. حتی رفته تو ما یه ذره نمیکشیم بیرون که بدونیم که آقای سرش به این شکله. این کاملا انجام شده. حالا ما میریم رندرش میکنیم. این اول بیاییم ببینیم رندر درسته. حالا فاینل رندرش میکنیم. اینو پشتشو به عنوان سفیدش میکنیم. حالا فاینل رندر میکنیم اینو. این فاینل رندر به این صورت انجام شده. ما دانشوی عزیز رو به شما، بقیه رو به شما واگذار میکنیم. این به این صورتی که میبینین کاملا تایید شده، همین شکلی که میبینین درست شده. این آدم مورد تایید شما قرار گرفته باشه. با تشکر.